چی میکنی؟ سلو، خوش اومدید به کانال 2MT. سلام، حالتون چطوره؟ آقا سوتیای صدا سیما پارت دومشه. ببینید سر اصل مطلب. ببینید یه تصاویری داریم که اصلا باورتون نمیشه این صدا سیمای ایران، اصلا باورتون نمیشه اینا تلویزیون پخش شده، اصلا اینا رو ببینید دیگه اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنید. ببینم مطمئنم باورت نمیشه. پارت یک برنامه هم ساختیم، انتهای برنامه لینکشو بهتون میدیم، میتونید ببینید. اگر از برنامه خوشتون نه هنوز که خوشتون نیومده، اگر دوست دارید این برنامه پارت سم داشته باشه پس لایک کنید همین الان ویدیو رو، سابسکرایب ما یادتون نره، زنگوله رو هم میزنید که برنامه جدید گذاشتیم براتون نوتیفیکیشن بیاد. یه کار دیگه هم باید میکردن، کامنت بذارید و نظراتتون رو بهمون بگید، بگید که کدوم سوتی خانمان برانداز تر بوده. تنین آماده ای؟ این حساسیت تو اگر از زندگی ما بره بیرون خیلی خوب میشه. خواهش میکنم از حاشیه خارج شیم و بریم سر اصل مطلب. زن ایراددار نگیرید آقا. بریم ویدیو اول رو ببینیم. چی بود؟ یه برنامه کودکشای چی دوبله میکنن. دلیلا بیبی یادم میگم به دامه میدم واسه همچی ریاکشن نداشت تو اینو دوبله میکنم. من نخدا قیافش اینجوری بود، اینجوری میکنم چرا؟ چه دوبله ایه؟ صدا از سمندون، یعنی واقعا باید بیاد بیرون؟ در خدمتم. بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. گفتم باورت نمیشه تنی. وای ادامه داره دیگه لب رو بوس کردی، چی کار به دست داری؟ بعد دوتا عروس فقط لست هم نشستم. این که میدونی کیه؟ آهو نیکو خردمن؟ نه بابا اسمش آهو خردمن، مامان فرهاد تو شهرزاد. با چه لب بازی میکنه؟ خیلی مشکوکه این دوتا عروس. اولا بقل هم احمد همه هم از لب هم دیگه رو بوس میکنم. سه تا عروس هم دوستان. سه تاست؟ الان نگاه کن دوباره. آقا چرا؟ شاید قدیما بد نبوده این داستان. من مامانم و خالمم یه عکس اینجوری دارم، خالم عروسیشه اینجوری عکس گرفته. واقعا خب پس عیبی نداشته، شاید قدیما عیبی نداشته واقعا، چون واقعا اگه اون موقع اون داستان همجنس گرایی و اینا رو میدونستن صد سال سیاه همچین چیزی نمیذاشتن پخشه. خلاصه که میگن یه آقای رو منبر سخنرانی میکرد، دید زیر منبرش تقاطوقه، سرش و دولا چه دید یه دختر پسر رفتن زیر منبرش با هم شوخی میکنن. درسته. چرا صدا تقاطوق پینوکیو؟ تق و توق بعدم شوخی. یه آدم آهنی اون زیر بوده صدا تق و توق میاد. صداش تق و توق نه این شوخی ها. حالا نخواسته بگه دیگه. که مثلا ما خوابیدیم خونه همسایه همون صدا تلق تلق تلق. دعواشو میشه اینجوری بیشتر. نکس. یه خیلی ناراحت شد چرا زیر منبر من عضوارم میخواست منبرش به هم نخوره، میگفت مگر غیرت نداری؟ مگر شرف نداری؟ میکو به رومی؟ مگر مذهب نداری؟ تسلت سر شبورد گوه همه چیز داریم جا نداری؟ میزنه رومی. گفته همه چی داریم جا نداری؟ آها مذهب نداری؟ تسلت سر شبورد گوه همه چیز داریم جا نداری؟ آها خنده حضار. من سوالم اینه چرج 2000 خب بیننده گرفتن آنتر رو گرفتن. ببین کارگردان تلویزیونی اونجا اینجوری کرد، این یعنی که بگیر آنتن سریعتر. بنده خدا میخواست بعدش انتقادی مثلا راجع مسکن و اینجور چیزا فکر کنم. اصل مطلب بود آمیانه، به فکر مسکن جوونا باشید.
بریم ویدیوی بعدی ببینیم. بازی یه چیزایی میگفت، میگفتی بیا بخور، بیا میخورمه، چی رو بخور، چی شده بود است؟ مدافعم اون پنالتی رو وقتی که خراب کرد من خیلی عصبی بودم. من رو کردم به برحال یکی از عواملی که اونجا آقای لطیفی روی سیاست بود، گفتم باید اینا رو بخورن اصلا. این چی رو بخورن؟ آه یعنی اون جمله معروف که میگم مثلا بخورش، یعنی این یه اوی داره بدترش میکنه. حالا بدبخ یه گندی زده. من به اینو گفتم اینو باید بخور. چی؟ اینو باید بخورینش. این یه عامیانه است. آره همچین چیزای عامیانه ای تو فوتبال ما باشگاه واقعا. من اصلا همچین چیزی گفته. چرا میای تو برنامه زنده رو میکنی؟ رو کردی به نیمکت حریف مقابل گفتی بخورش، واسه چی هم چی هم بیا زدی؟ خب خودش کرده که این حرفو زدم دیگه. خب کرده دیدی اینا دیگه دارن رسواش میکنن. مجریای تلویزیون جدیداً یه چیزایی اومده تو ذهنشون که یه حرفا یه حرکاتی بکنن که تو اینستا وایرال شه، مثلا بریده بشه بذارن. آره عقص میکنن این کارا رو. نیمکت حریف نبود که چیزی رو بخورن. نیمکت حریف ما چیکار کردیم؟ بالاخره پس بازیکنتون چیزی پس نخورد دیگه که باختید بازی. وای وای چه موجی جذابی، چقدر جرأت داره. من از بنده خدا حالا یه اشتباهی کرده. فوتباله دیگه، فوتباله چهار مادر به هم دیگه میدن. چرا میای رسواش میکنی؟ باید محیط های یادگیریمون رو، یعنی مدرسه رو، سرزنده تر، شاداب تر و با نشان تر بسازیم. بچه ها در مدرسه باید بازی کردن رو بیاموزن و در بازی کردن یاد بگیرن. بچه ما در مدرسه باید بازی کردن بیاموزن و در بازی کردن یاد بگیرند. بازم بر بعدی یه در اضافه گفت، میخواست بگه بچه ما مثلا بازی کردن، میخواست تأکید کنه و بازی کردن یاد بگیرند. یه در گذاشت اونجا حیثیتش رفت. بچه یه چیزی میخواه بهتون بگم، محمد هدفونشو برعکس گذاشته. راست میگی؟ من میگم چه از صدا بد میاد. چرا کیفیت رفت بالا؟ خودمون سوژه خندیم. بریم ویدیوی بعدی. این خودت سخته برای مادر. میگی مادر این کار نکنه به این روش بکنه. اینجوریش نکنه. قشنگ ببین. کاملا دهان باز. وقتی میریم داخل. بچه اینجور باش. آقا این معذرت میخوام که از دستمال استفاده میکنم، ولی مجبورم. این یه چیز علمیه واقعا، به خاطر اینکه این اون زمانی که خیلی همه مسخره میکردن، خیلی از دکترها اومدن گفتن که این آقا داره یه راه درستی رو نشون میده. خیلی پیش اومده. آره این اسمش نمیشه گذاشت سوتی، ما خودمون سوتیش. آره. کردیم. خیلی پیش اومده که بچه‌ها سر همین که نادرست شیر خوردن خفه شدن و مردن. پس طرز درستش چیه؟ شما میگیری بچه باید اینجا باشه، بچه همین که فرو میکنی باید بگه آه. دکتر خانوم میابردن یه داستانی بود، آقا میابردن یه داستان دیگه بود، اون ملعبه ای که تو دستش بود. آره بعد حداقل اون یه چیزی اون توکشه نمیم، یه چیزی ما میفهمیدیم بالاخره اون چیه، یه چیزی حالا مثلا گردی میذاشتیم اینه خودش برداشته بود به مسطح تلویزیون. ویدیوی بعدی. فقط ظرفا رو بلند نکنید از رو میز. بلند نکنید؟ نه بلند نکنید، میتونید نیاتون رو هم بزنید، هر کاری دولاشیم بخورید. بله بله دولاشید. آماده اید؟ بله. تشویرشون کنید. بنده خدا خب طبیعتا هر کس زودتر موفق بشه. آقا یعنی چی زشته؟ این واقعا شیطنت چیزا تدوینگرا، میتونستون تیکری که میگه دولاشیم بخوریم و نذاره دولاشیم بخوریم. بله بله. میگم که این یه چیزی یه باب شده توی برنامه تلویزیونی که یه تیکه هایی حتما توش باشه که وایرال شه. خیلی از این چیزا از قصده، البته اون قدیمی ها نه، الان خیلی از سوتی هایی که به استعمال بهش میگیم سوتی از قصد خودشون میکنن. حالا بعدی رو ببینیم. سلام آجر، مردم که اینقدر حرف شما رو گوش میکنن بفرمایید بینی هاشون رو عمل نکنن، بینی هرچی بزرگتر باشه بهتر. پیامک دادم 214 آخرش 201. خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره، اونطور خب دیگه حال نمیشه راجبش صحبت کرد، به حال وقت برنامه اجازه نمیده، ولی حقوق بزرگش بهتره، کار بزرگش بهتره، مادر شوهر
ولش کن. ببین اولش که یه چیز خیلی بزرگتر نمیشه راجبش صحبت کرد. برگو اوه چه گندی زده. کار بزرگش خوب، تو که الان گفتی نمیشه راجبش صحبت کرد. چرا داری میگی بس چیا بزرگش خوبه؟ اگه 92% حق هست. این اون دوره اینستا نبودا. کجا میدونی مال کدوم دوره؟ میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من صبح میرفتم مدرسه این برنامه‌ها رو میدیدم. این کجا میدونی این مال زمان مدرسه ای توه؟ هست. خب بعدیو ببینین. این دیگه سوتیه واقعا دست. اگه اشعری به تو برسه که این اتفاق نمیفته. رفت تو آبشار. این صدای منه چیه؟ کنار زمین فوتبال یه سری میکروفون میذارم که صدای آمبیانس میگن، صدای توپ و تماشاگرا و داد و بیداد بازیکن و کنار زمین دعوا شد. خیلی این بیادبی بود دیگه. خود تو بعدا به کلیپ اصلیش رو ببینی. آقا میشه تو رو خدا یه بار دیگه کلیپ اول رو ببینی. به خاطر تنین کلیپ اول رو ببینم. من قیافه خانم رو ببینم. دلونم بیبی یادا گریه بود؟ گریه بود یا خنده بودین؟ چطوری میکنی؟ خیلی کیف میده. بچه ها ممنونیم که ما رو دیدید. اگه ویدیو خوشتون اومد لایک بفرمایید، اگه خوشتون نیومد بازم به خاطر با لایک بفرمایید، تو کامنت ها برامون بنویسید کدومش بامزه تر بود. ما هم فالو اینستاگرام ما هم فالو بکنید. اگر الان میادیم بالا، اگر ویدئوی بامزه ای دیگه داشتید برامون بفرستید. سابسکرایب هم یادتون نره. دلم میخواست که عدشو در بیارم من نمیتونم. نه بلد نیست. سابسکرایب هم که یادتون نره. خیلی ناراحتم، میخوام گریه کنم. خدا حافظ.